زی چی میخواد؟ میخوام زن پسرم بشه. بچه زن بگیره بهتر میشه. قبلا من برای پسرم خواستگاری کردم. زن کسی نمیشه. چی کار باید بکنیم؟ هرچی اونا گفتن ما قبول میکنیم. بعد که خلاصی پیدا کردیم دبه میکنیم. قبوله؟ آقا اصلا پشیمون شدم. من اصلا معامله نمی کنم. اینا هم احتیاج دارم. جمع کنید بریم. اسام مثل این که یادت رفته اومدی تو حوزه استحفاظی من. برای من داری شاخبازی در میاری؟ مچ میندازه. شروع کنید. هم واسهشون نیست. بریم کوبا گور میشیم توی این بیلیو. هر جا بریم بهتر از این هست. بریم بیام باز میکه ببینیم. بریم اینجا تو نمیبینن. یه را بیاد ما جنازه دخترمونم به شما نمیدیم. چه برسه عروستون بشه. یا بیاید بریم با هم قامو خیش بشیم یا این تپو راست بگیرید برید پشت شورزاره برید اونجا بمیرید. هر جور شده تا فردا این دختر رو میخوام بیاریش اینجا. من باید ببینمش. میخوام ببینم کیه، چی کاره است، چه جوریه. آی پسر. بله قربان. بیاینی ببر عروش صد تا تکثیر کن بدید توی تمام شهر توس کنن. میخوام تا شب نشده این دختره رو برام پیداش کنی. چشم، اطاعتم. پسر تاجر قصد دارد با صاحب این عکس ازدواج کنن. هر کسی صاحب این عکس است امروز صبح به درب خانه تاجر آمده و خودش را معرفی کند. اگر ثابت شود که همان دختر است و عقد پسر تاجر در خواهد آمد. سرخی سیب تو از آن جاذبه افتاد یا در سر من پرسش فرزانگی شد. همین شعر بود. بعدی عمو مگه حقیقت دیگه ای هم مونده که نگفته باشی؟ خیلی حقیقت مونده. کجاشو دیدی؟ بیا تعریف میکنم. بی سوار شم. برگرد. برگرد عمو جون. جان تاجر عزیز، قبل از اینکه شما تکلیفتون رو با دوستان محترمتون مشخص کنید نازگل عزیز ما شعرشو بخونه. سیب سرخی افتاد از میان سبد عشق زمین، او به تو خندید و تو نمیدانستی که به یک لبخندش لرزه عشق به جانت افتاد. ناز کن. سلام. میگم اینجا کجاست؟ نمیدونم امه، اما هر جا هست یه خونه قدیمیه. یعنی ما الان زنده ایم؟ آره. یعنی سراب نیست؟ نه امه، پس اونی هم که اونجا مدام دروازه دیدیم سراب نبوده. آره، ولی ما اونجا اون لحظه دم دروازه افتادیم، هممون مردیم. اینم یه سراب دیگه است. چی؟ من یکی دیگه خامشون نمیشم. اوی حاضرم بمیرم ولی دوباره زایه نشم. چرا اینجوری شد؟ چی میخواستیم؟ چی شد؟ من نمیخوام اینجا بمیرم. نه عمو، حالا که دیگه داریم میمیریم بالا غیرتم بگو این دم آخر چی کار کردی این تاجر از این رو به اون رو شد؟ عمو خواهش میکنم بگو چی کار کردی راضی شد بیاد خواستگاری نازگل؟ خواهش میکنم عمو. یارشا این راز رو با خودت بگور نبر. راز تو بگو سباک بمیر. بگو چی کار کردی عمو. میگم بگو عمو. بگو دم آخری میگم. بچه های من
تاجه چی؟ عمو مرداد عموت کو؟ عمو مگه اون بر نبود؟ نه اون بر چی کار میکنه نه؟ من بیدار شدم اینجا کسی نبود خالی حتما رفته دست به آب گرشاق عمو عمو میگم تو حیاتم نیست نه نیست ای وای این برم نیست آخه آخرین بار کجا دیدیش آخرین بار که با هم بودیم دیگه همه جان یاده نیست عمو داشت نفسهای آخر رو میکشید چی؟ آخ اینجا نیست یعنی مرده بوی گوی بسارم یعنی بابا جب نده کرا جب دیدی آخه عمه جان چی بمیره مگه من میذارم عمو بمیره عمو راز رو باید به من بگه راز تاجر رو تا نگه من نمیذارم بمیره خب پس بریم پیداش کنیم دیگه عمه خب حالا تو این فاصله به پیه چی درست کن بخوریم سه روزه هیچی نخوریم بابا گوش نمونه نازگل اصلا اینجا کجا هست چی دارم من که بتونم برای تو درست کنم بسیار مسرور و خوشحالم که مهمانان در صحت و سلامت هستن. من به نمایندگی از طرف خود و همه همبلادی هایم به شما خیر مقدم عرض می کنم. درست. بسیار خوش آمدید. به کانچار خوش آمدید. بسیار خوب. جلوس بنمایید. تا مراسم استقبال آغاز گردد جناب عطار با که جلوس نموده ایم آری ما جلوسی آها من باید جلوس بنمایم جارچی بهوش باشید بگوش باشید جناب گندای بزرگ به همراه پسرشان وارد می شوند تا که عبور کرده اید از این مرگزار پر رمز و راز شما بر اهالی کهنشهر فال نیکی هستید و اما معرفی معتمدین کهنشهر شماره یک جناب عطار به همراه مادر گرامیشان پاچ بانو جناب حکیم به همراه همسر مهربانشان مهربانو شماره جناب بقیه به همراه همسر محترمشان صبیه بانو شماره چهار گرگ کهنشهر جناب گرگین به همراه خواهر گرامیشان سارگین بانو و اما خاجب و زاجر و سندید و امید و بهتر و مهتر و نقیب و تاسبین و رودبین و نفاس و رمنده و عراف و فارزن و فالگو و فالچی و سحر و ساحر و سحار جناب گندای به همراه پسر گرامیشان بانی جان این چیه؟
این شرشوک است. شرشوک؟ آری، نماد برکت و باربری و البته مهمان نوازی. چه زیباست. نشستی اینجا خمشبازی نگاه میکنی؟ بلنشو برو ببین عمود کجاست، مرده است یا زنده است. بابا من دلشوره مردم. همه چون ببخشید و داریم نگاه میکنیم که چرا قور میزنین سرمون اینقدر. بعد همین بدبختی مراسمون به خاطر ما گرد. آقا من پاشم برم زشته، نگاه نمیکنم. بفرما داداش، مراسمو کوفتمون کردی، پاشو برو دیگه. تو چقدر بحث میکنی؟ تو دیگه پرو نشد. بفرما اومد. تحفیز، تحفیز. بسیار خوب، چهارمین مهمان من نیز تشریف آوردن. بسیار خوب، حالا که دیگر جمع من جمع است میگویم پس بتناولیمان. دستتان دارم. گوشت لذیذ. آری؟ آری. کدوم گوری بودی تا حالا؟ دلم به هزار راه رفت. از این غذا ها نخورین. چی میگه؟ هیچ، میگه از این غذا ها نخورین. نخوریم؟ اما من دارم از گشنگی میمیرم. چی میگی؟ تو که کارت تو دلت بخوره. اینا آدم خارن. گوشتای تو اون قابلمه گوشت آدمی زاده. چرا متوجه نیستی؟ بدبخ شدیم رفت. بدهی دست به دست برام بالا. بلایی درمت بفرمایید. وقتی هر تیم که گوشت تو توی قابلمه پختن اون وقت میفهمی که اینا نازنینن یا آدم خوانن. آبجی، آبجی بدبخ شدیم رفت. هممونو تیکه تیکه میکنن میندازن توی این قابلمه ها میخورن. عمو جان، ظاهرن گشنگی زده به مغز حرومتون، توهم زدین. آخه این حرفا چیه؟ اگه باور ندارید پاشید با من بیاد ببینید. پاشو مطلع کن، پاشو ببینم. خب بلنشو ببینیم چی میگه. عمو جان زشت، الان چهار نفری با من بلنشیم. خب شک میکنم به امون. آخه آره. خب تو برو باش لاغر. من برای چی؟ برو دیگه داداش. خیلی خوب، بلنشو بزن، بلنشو بزن. کجا تشریف میبرید؟ جناب عطار، اگر اجازه بدیم با عمو جان بریم دستی بشوییم و سری بیاییم. آفتاب لگم را بیاورید. نه این آفتابه؟ نه خیلی ممنون، شما بفرمایید. جناب عطار، راستش چجوری بگم جلو جمع؟ میخواستیم بریم یه دوش بگیریم صحرایی، خیلی زودم برگردیم خدمتتون. دوش را بیاورید. لازم نیست، شما هم بفرمایید. جناب عطار، گلاب به روتون؟ گلاب به رویتان بیاورید. بابا یه لحظه میخوایم بریم یه کار مهم میداریم. چرا گیر دادی به ما همینجوری؟ من نمیفهمم واقعا. دوستان عزیز، کهن شهریان نازنین، عمو جان مزاح کردن. مزامیل باید مزام فرمیدم. برمیم دست شب باشید. دست بیا. مرزاد بیا، بیا، ببین. حالا با چشای خودت نگاه کن، ببین من راست میگفتم.
چی شد؟ داداش، بالاخره غذا رو بخوریم یا نه؟ مردم از گشنگی. نه امو راست میگه، گمونم اینا آدم خورن. وای خوب گوش کنید ببینید چی میخوام بهتون بگم. ما تو اولین فرصت باید جونمونو برداریم و فلنگو ببندیم و فرار کنیم. جون ما اینجا اگه بمونیم در خطره. قضا به این عزیزی چرا تناول نمینمایید؟ چرا چرا، ولی راستشو بخواین ما چیزیم، ما خانوادگی ما ویجتریانیم، یعنی گیاهخواریم. ای آخه، حالی که گیاهخوار هستین گرجه فرهنگی میل بفرمایید. بفرمایید بفرمایید. بله بفرمایید. بله چشم، خیلی هم عالی. بله چشم. یعنی گوجه من این زهر علوهل، گوجه منم این زهر ماره. نه بابا، گوجه من خوشمزگی خوبه همه. تو که هیچی نگو گوجه من. بابا یه دفعه بهشون نگین که گوجه هاشون تلخه، ممکنه بهشون بر بخوره و کباب میکنن. چقدر خوشمزه است این گوجه ها. خیلی راست میگویی؟ این که هنوز تلخ است. اوه جناب عطار، شاید این گرجه ها به کام کهن شهری ها تلخ باشد، اما به کام مردمان بلاد دیگر همچون قند و نبات خوشتام و معطر است. آیا این گونه نیست؟ بله آقا بله، از قند شیرین تره، این عسل و مربا میمونه این گرجه. اما این چگونه ممکن شده است؟ پسران کم خور توضیح بده. با قدرت گندای بزرگ هر غیر ممکنی ممکن می باشد. او با شما وعده کرده بود که مشکل گرجه فرهنگی های تلخ را برای همیشه از میان ببرد و اینک آن روز فرا رسیده است. پس ما بالاخره شاهد صادرات گرجه فرهنگی به بلادهای دیگر نخواهیم بود. آری به لطف مدد گندای بزرگ این اتفاق خواهد افتاد. زنده باد گندای. زنده باد. طعم گرجه های من چنان شیرین بود که از قند بی نیاز شده بودیم. گرجه های من چنان با کیفیت بود که روز به روز بر ارزش آنها افزوده می شد. آن زمین را شویم حکیم، پشت قواله ازدواجم زده. شوهرت اگر طالب آن است متری دو جبه گرجه فرنگی خواهم فروخت. وای چه خبر است؟ خیلی قیمتش بالاست. قیمت مناسب بده برای جناب بقیه هم بسرفد. لااقل موقع فروش زمین دو سه عدد گرجه فرهنگی سود کنی. آری تقریبا از یک سال پیش به ناگاه طعم گرجه فرنگی های من به کل عوض شد و با وجود اینکه رنگ و ظاهرش همچنان به مانند قبل بود، اما مزهش به سان زهر تلخ بود و غیر قابل مصرف. فلفور جلساتی برگزار کرده و تصمیم بر این شد که هرچه زودتر منشأ این مشکل را ریشه یابی بنماییم، اما هرچه بیشتر گشتیم کمتر فهمیدیم. این داره از جهل این آدم رو سوء استفاده میکنه، داره اینا رو چپاول میکنه. خب پس چرا به رئیس دهکدهشون نمیگی گوجه هاشون تلقی؟ این یارو داره دروغ میگه. عمه جان وجدانم میخواد برم بهش بگم، دلم میخواد، اما الان باید به فکر خودمون باشیم. باید فرار کنیم. خب بابا منم موافقم، اما چی جوری؟ اما پامون از اینجا بذاریم بیرون میافتیم تو اون شورزار که سقط میشیم. اگر یه ذره بریم جلوتر گیر اون راهزنا میافتیم، فکمکمون رو میارن پایین. که آخه بابا وای عمو، مردن به دست راهزنا که خیلی بهتره تا اینکه سرمون تو دیگه اینا بجوشه. واقعا فکر میکنی این کیسه برای خرید رخت و لباس دامادی پسرت کافیه؟ نه این علل حساب چیزای خرد و ریزی رو باش بگیریم، بعد که کاروان اومد اون وقت خانواده عروس که اومدن دست و بالم باز میشه. وای پدر ازت ممنونم. بابا یه جوری جبران کنم پدر؟ بس خدا ببوسم. بابا چی کار میکنی؟ تو ناراحتی گریه میکنی، خوشحالی گریه میکنی، دوماد میخوای بشی گریه میکنی. ده تو بزرگ شدی، ده مرد باش برای خودت.
برو ببینم، برو مشقاتو بنویس. بابا من بزرگ شدم، من مشق ندارم. مشق نداره، بزرگ شده. این میخواد دوماد بشه؟ این دست و پاشو نمیتونه جمع کنه. همش غرورشو له میکنی، تحقیرش میکنی. خودت یادت رفته جوون بودی میخواستی زن بگیری، از هولت رفتی افتادی تو چاه، سه روز گم و گور شدی، تمام ده دنبالت میگشتن. اصلا پیر شدی، داری خرفت میشی، همه چی داره یادت میره. سلام بانو. سلام. چیه؟ تاجر جان، باز گاو موزایید. چی؟ باز چه خبر شده؟ قرار فردا از پره دماغ جلو زن بچت آویزون بشه. این چه طرز حرف زدنه؟ من نمیگم، مباشر گفت اگه پول فردا آوردی آوردی، وگرنه از پره دماغ آویزونت میکنه. من خودم چیز پره چیه؟ من خودم حلش میکنم. چجوری؟ ببین، اینو ور میداری میبری بهشون میدی، حداقل چند روز دم دهنشون رو بستیم. اینو؟ آره اینو. این که مال خانواده عروس آیندته، این که امانته. وای نمیستی که اونا بیان ازشون اجازه بگیریم؟ این که مال ما نیستش که. مگه اینو ندادن به من؟ خب این دیگه الان مال منه، هر کاری که دلم بخواد باهاش میکنم، اصلا میخوام بندازمش دور. مشکلیه؟ مگه خودت نگفتی این ذره ای از اون گنج بزرگه؟ بله بله بله. آی دستم به اون گنج اصلی برسه، این بار منم که اونا رو از پره دماغ آویزون میکنم. ورد اینا رو بر بهشون بده، زود باش. برو دیگه. میگم بله. ببین مقابلشون ضعف از خودت نشون ندی ها. این عزیزان که از اهالی کهنشهر هستن به خاطر مشکلات پوستی در حال درمانن. آنها را زماد مالی کرده در سلفون پیچیده ایم تا 8 ساعت دراز به دراز بمانند و دارو به خوردشان برود. در این قسمت این عزیزان را زماد مخصوص مالیده، در آب معینی جوشانده تا دارو به خوردشان برود. اما نکته مهم اینجاست که این عزیزان در دیگهای سلایه ما جوشانده می شود. اینها دیگهای شش پارچه هستند. اگر هماکنون با من تماس بگیرید، این دیگهای شش پارچه مسی را همراه با اشانتیون در به خانه شما تحویل خواهم. وای امه شرایطش خوبه، بگید تماس بگیریم. دوستم هنوز هم اعتقاد دارید که مردمان ما آدم خوار هستن؟ نه بابا، این حرفا چیه دارید میزنید؟ مرزا تو خجالت نمیکشی واقعا؟ نه به من بگو خجالت نمیکشی در مورد این مردم شریف و فداکار یه همچی فکر پلیدی داری؟ نه بابا جون، وابده همون من که نشسته بودم داشتم ماستم رو میخوردم، تو اومدی رو مخم هی فکر من مشغول کردی، این حرفا رو انداختی تو سر من. به هر حال ما قصد داشتیم که شما را چند روزی مهمان کنیم، تجدید قوا کنید، دوباره به دیارتان بازگردید. اگر آزرده خاطر شدید و قبل از موعد مقرر قرار شد برگردید، من هیچ مخالفتی با رفتن شما ندارم. ببخشید شما اگه مخالف رفتن ما نبودین، پس برای چی با چوب و چماق دنبالمون کردین؟ ما صرفا قصد بازپسگیری جناب عطار را داشتیم، اما نکته مهم این است که شما میز را بدون خوردن غذا ترک کردید. که این در رسم و رسوم کهنشهر بسیار توهین‌آمیز و نابخشودنی است. تصمیمتان چیست؟ میمانید یا میروید؟ اگر بمانید قدمتان روی چشم من. خانه‌ای که مخصوص مهمان است در اختیار شما قرار می‌گیرد. اما اگر می‌خواهید بروید، باز قدمتان روی چشم ما. دروازه‌های کهنشهر باز است و هر لحظه اراده کنید می‌توانید بروید. آره. استاد عطار عزیز، ما اصلا با شما اصلا مشکلی نداشتیم، از اولش هم نداشتیم. ما حتی یک سر سوزنم فکر فرار به سرمون نمی‌زنه. حرف نزم بیا.
دستو کجا داری؟ بابا باید تو ببینم باید تو ببینم کجا داری میری؟ حرف نزنید فعلا فقط باید از اینجا بریم معطل نکنید بریم عمو جان چرا داریم فرار میکنیم؟ بابای مادر مرده ها گفتن دروازه این شهر به روی شما همیشه باز آخه چرا فرار؟ راست میگه دیگه شورشو در آوردی کجا میخوای بری اصلا؟ ابجی جون تو چرا متوجه نیستی من چی دارم بهت میگم؟ اینا یه مش مردمان آنورمال و روانی و دیوونه میبونن رو حرفشون نمیشه حساب کرد الان بهترین کار اینه که فعلا از اینجا بری یالا معطل نکن بیا عمو کجا میری؟ اصلا کدوم ور باید بری؟ عمو جون چرا وایسادین بابا بیاد بریم برگردیم اون بنده خدا شریک من منتظر منه برگرد شریکت کیه؟ من گفتم چی؟ من گفتم شریک؟ گفتی شریکم منتظرم خب تاجر وایسا ببینم بفهمی ببینم با تاجر چی کار کردی؟ چی جوری رازش کردی به این عروسی؟ باز گیر دادی آب جیام من نمیفهمم توی بیابون چرا به من گیر میدی اون خودش رازش من کاری نکردم باشه گرچا بالاخره ما از اینجا خلاص میشیم اون وقت من میدونم و تو عمو اصلا کجا داریم میریم اینوری بریم که دوباره میرسیم شورزار واقعا خب از اینور میریم هیچی دیگه بدبختی شروع شد در به دری از اینور میریم از اونور میریم عمو خیلی ببخشید شما که راهو بلد نیستی مگه چاقو گذاشم بیخ گلوت که بشین بلد راه نمیدونی به حرف این گوش بدی بعد تا ناکجا آباد بریم عمو حداقل زودتر میگفتی میخوایم فرار کنیم یکم آبی غذایی نونی چیزی برمی داشتی عمو جون چرا متوجه نیستید من چی دارم بهتون میگم اینجا فقط گوجه تلخ داره گوجه تلخ عمو من نگاه کن ها الان چی گفتی من با تو نبودم که با اون کهن شهریا بودم بابا قضیه این گوجه فرنگی ها رو میگم گفتی که عمه فهمیدم چیو؟ فهمیدم اینه چرا گوجه هاشون تلخ میشه مشکل از آبشونه عمه شک نکن این آب فاضلاب میدن پای گوجه فرنگی هاشون نه بابا مگه میشه؟ آره عمه میشه مطمئنم حالا کجا داری میری؟ میرم بهشون بگم خودشان شبیه زامبی ها هستن اون وقت ما را با آدم خاری متهم میکنن من با این که هم عقلم از همه بیشتر از همسنم در تمام طول عمر پربرکتم چون این موجودات زهلمی ندیده بودم آری با یک من اصل هم نمیشود خوردشان مخصوصا آن عموی شارلاتانشان را حقش بود سر آن مردک را جلوی دروازه شهر از تن جدا می کردم تا یادش بماند که با دیگران چگونه باید برخورد بنماید آری گرجینک وقتی سرش از تنش جدا می شود چگونه می تواند یادش بماند؟ این موجوداتی که من دیدم بدون سر هم یادشان می ماند با آنگویش مسخرهشان آری من می گویم خب نباید زود قضاوت کنیم ما که آنها را نمیشناسیم سلام آقایون شما مگر فرار نکرده بودی چه شد دوباره بازگشتی عرض میکنم الان که داشتیم میرفتیم تو راه من متوجه یه موضوعی شدم که اگر بهتون نمیگفتم عذاب وجدان میگرفتم شما متوجه چه موضوعی شدید در مورد چیست ببینید جناب عطار متاسفانه شما دارین مزارع کشاورزی و گوجه فرنگیتون رو با آب فاضلاب آبیاری میکنین نه 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 آری کدام احمقی دست به چنین کاری میزند؟ جناب حکیم شما در سفر بودید جناب حکیم دستور دادن که ما آب فاضلاب رو روی مزارع گرجه باز بنماییم مگر میشود؟ علت این عمل جنون‌آمیزتان چه بوده از حکیم؟ جناب عطار اگر من در دوران مدیریت موقت اما موفقم چون این تصمیمی نگرفته بودم مزارع گرج فرهنگی ما همان 6 ماه پیش فاتحشان خوانده شده بود مگر شما خوشسالی و بیابی سال گذشته از خاطرتان رفته است آخرین چه کاری بودم جام دادی حکیم هر که میزنیم عقل و سنت را پیش میکشی عقل این سنگ پا از شما بیشتر است جناب عطار سنگ پا که عقل ندارد حداقل دستورات احمقانه هم صادر نمی کند اسم خودت را گذاشته ای حکیم آری تو خوب هستی جناب عطار آری ایشان بدون اجازه مادرشان حتی جرأت ندارن یک لیوان آب بخورن آن وقت دارن برای من گردن کلفتی میکنن شما بروید هر وقت بزرگ شدید بیایید با من کل کل کنید جناب نازنازی جناب حکیم
مسائل خانوادگی را با مسائل کاری قاطی نکن. اقتصاد بلاد را کلن نابود کردی، زبان درازی هم میکنی؟ اتفاقا من بهترین تصمیم ممکن را گرفتم، هم جلوی هدر رفتن فاضلاب را گرفتم، هم مزارع گرج فرهنگی را نجات دادم. فاضلاب برای هدر شدن است حکیم، این را هر بچه خردسالی نیز میداند. خدایا از دست اینا چه کار؟ از دست اینا راحتم کن، بکن. جناب عطار، جناب عطار، جناب حکیم، حالا اتفاقی که افتاده، آقا الان باید یه فکری بکنیم که جلوی ضرر از همینجا بگیریم. جناب، آب رفته به جوی باز نمیگردد، نابود شدیم رفت. نه نه جناب عطار، اصلا این اشتباه نکنیم. ببینید شما میتونید یه تصفیه خونه را بندازین، با این تصفیه خونه آب فاضلابتون رو تصفیه کنین و بفرستین تو مزارع گوجه فرنگی و کشاورزیتون. آری؟ بله آقا بله، الان تو خیلی از بلاد دارن این کارو میکنن، تازه با این کار میتونین کلی هم تو مصرف آب صرفه جویی کنید. من از همان نگاه اول میدانستم که عقل و درایتی که در چشمان شما وجود دارد میتواند به داد من برسد جناب اشناس. سپاس، اما من مهدادم جناب عطار. اشناس؟ آره اشناس، به زبان کهن شهری یعنی آشنای آگاه. به جارچی بگو جار بزند اعلام کند. چشم. میشود از شما درخواست کنم در کهن شهر بمانید و در ساخت چی خانه بود؟ تصفیه خانه. همان تصفیه خانه، به ما کمک کنید؟ باعث افتخار جناب عطار، ولی راستش رو بخواییم ما باید برگردیم، ما کار و زندگی داریم، ما عروسی در راه داریم. ایرادی ندارد، شما بمانید، کار تصفیه خانه که تمام شد من بهترین راه خروج را به شما نشان میدهم. آره اجازه بدیم با عمو عموی مشورتی بکنم. مبارک باشد، به اتفاق آرا تصویب شد که تا ساخت و اتمام این تصویه خانه در کهنشهر بمانید. آقا زحمت نمیدیم به شما. جناب گرگین، همراه ایشان به منزل جناب بقیه بروید تا ایشان و همراهانشان را به منزل جدیدشان در کهنشهر راهنمایی بفرمایند. بروید. بدرود 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 محل بهش نزد بدرود بدرود بروید بدرود.